بر موج برنامه اطلاعاتی خبر. در تاجیکستان کارخانه استحصالی ماشین های حربی فعال شد. سبوحت قاسمو درگذشت. هلاکت سه تاجیک بر اثر ترکش بالون کیسلرود در ولایت لنینگراد. بر اثر باران های پرشدت در یک چند منطقه تاجیکستان سیل آمد. ملاقات نوبتی گروه کاری تاجیکستان و قرغیزستان. در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با سفیر روسیه واخوری برگزار گردید. اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در شهر تورسونزاده کارخانه سیپار گروه را به استفاده داد. با اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت مملکت، سمت فعالیت اساسی سیپار گروه با جمع و وصل سازی ماشین های مخصوص حربی و گرجدنی روانه کردید است. در کارخانه نوبنیاد که در همکاری با شریکان رشد تاسیس یافته است، در مرحله اول با ورود نمودن قسم‌های علیحده از خارج مملکت جمع و وصل 17 نمود نقلیات مخصوص برآمده شده است و آینده این نشان داد افزایش داده می شود آمده است در اطلاعیه. توضیح داده شد که قسم‌های علیحده برای آماده نمودن نقلیات مخصوص حربی و گرجدنی اساساً از شرکت استریت گروپ امارات متحده عرب دسترس می گردد. اقتدار سالانه کارخانه نوی صنعتی جمع و وصل 120 نقلیات ارزیابی می شود و در آینده با نظر داشتی طلبات این رقم افزایش خواهد یافت. در زمینه با فعالیت آغاز نمودن کارخانه در شهر تورسونزاده 100 نفر با جای کار و معاش خوب تامین کردید. رهبر دولت با روند استحصالات و سنجش تکنیکی اولین ماشین های در این کارخانه آماده شده شناس شدند. تاکید شد که خودروهای مذکور با طلبات و معیارهای جهانی ماشین سازی جوابگو می باشد. اطلاع می دهد سپوتنیک تاجیکستان. سبوحت قاسمова یکی از استادان تئاتر تاجیک در سن 72 سالگی از عالم درگذشت. او از ستونهای تئاتر و کینو تاجیک بود. او همسری فاروخ قاسم، خواهر مقدس نبیева، کلین محمدجان قاسمов و مشرفه قاسمова بود و نام این شخصان را پس می‌داشت. نیمه دویومی روزی 23 می سال 2023 تقریبا ساعت 15:30 دقیقه با وقت محلی بر اثر ترکش بالون کیسلرود هنگام کفشرکنی یعنی سوارکا در منطقه سورژ ستاره در نوحی سیوالوشسکی ولایت لنینگراد فدراسیای روسیه سه زاده تاجیکستان به هلاکت رسیده دو نفر دیگر جراحات های وزین برداشتند. گوبرناتور یوولی ولایت لنینگراد الکساندر درازینکا در تلگرام کانالش با نشر یک ویدیو از جای حادثه خبر داد که با علت ویران کردنی تکنولوژی استحصالات و تکنیکی به خطری هنگام اجرای کارهای کفشرکنی در کارخانه جمعیت دارایی مسئولیتش محدودی دیدال اسکا در پونتون بحریه که باید ترمیم میشد ترکش به وقوع پیوست. سه نفر در جای حادثه به هلاکت رسیدند و دو مجروح در بیمارستان سیوالوژسکی یوری تیبی رسانیده شد، خبر داده است درستینکا. در همین حال سامانه 47 نیوز نقطه‌رو سنه 24 می خبر داد که در سورژ ستاره نه پونتون بلکه بالون کیسلرود ترکیده همه قربانیان زادگان تاجیکستان بودند. این نشریه اسم دو تن از هلاک شدگان و یکی از زخمیان را معین و نشر کرده است. بنا به معلومات مقدماتی بر اثر این بختیار نظرعلیف 37 ساله و عبدالله چوریف 50 ساله جان دادند. جسد هلاک شده سیوم را هنوز بیرون آوردند و شخصیتش را نیز پورا معین نکردند. وضع ارمد یولدوشیو 51 ساله که در بیمارستان قرار دارد وزنین ارزیابی میشود. شخصیت زخمی دویم را نیز پورا معاینه کردن. در نتیجه باران های شدید در یک چند ناحیه های تاجیکستان سیل آمد، خبر می‌دهد امید خبر با استناد به کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. سنه 23 می ساعت 19:48 دقیقه در دیهه واروی جماعت دهات رومیت شهری وحدت سیل به عمل آمد که در نتیجه سه خانه زیر آب ماند و به ده قطعه نزد حولگی ساکنان ضرر رسید. در جای حادثه کمیسیا اوید به حالت های فوق‌العاده شهری وحدت کار برده شده است. در همین روز ساعت 23 دقیقه با وقت محلی سیل در کیلومترهای 58 و 9 راه ماشینگردی نورآباد سندبور بسته شد. برای انجام دادن کارها جهت رفع عاقبت های آفت طبیعی کارمندان و تکنیک مخصوص خدمات راهی وزارت نقلیات مملکت جلب کرده شده است. خوشبختانه تلفات جانی نیست. یادآور میشویم که تا سنه 26 می سال روان در جمهوری تاجیکستان احتمال فرآمدن ترما، سیل، یارج، بالاروی سطح آب رودخانه ها و آبانبار باقی میماند. در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیای روسیه در جمهوری تاجیکستان سیمیون گریگوریف واخوری برگزار کردید. اطلاع می‌دهد امید خاور.
Зимний мулакот, батаваджухи сафир негарони джониби Таджикистан аз маалумоти варид шуда, дар бореи бо баҳонаҳои гуногун ба таври оммави боздошт гардидани шаҳрвандони Ҷумҳурии Таҷикистон дар қаламрави Федератсияи Русия расонида шуд, таъкид намуданд дар вазорат. Ҳамзамон зарурати вокуниши якҷоя ба мушкилоти ҷойдошта ва пайдошаванда дар самти муҳоҷират ва аҳамияти андешидани амалҳои ҳамоҳангшуда дар таҳии тадбирҳои имконпазири муштарак тазаккур дода шуд. Зимни мулоқот инчунин ҳодисаи субҳи 19 майи соли равон дар хобгоҳи рақами 3-юми муассисаи таҳсилоти олии буҷетии федералии давлатии донишгоҳи давлатии Комсомольский лаби амури минтақаи Хабаровски Федератсияи Россия ба воқеъ омада, ки зимни он зиёда аз 100 донишҷӯи тоҷики муҳассили донишгоҳи мазкур аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия мавриди бозпурсӣ ва муносибати бераҳмона қарор дода шуданд, муфассал баррасӣ гардид. Таъкид шуд, ки чунин ҳодисаҳо ба рӯяи муносибатҳои шарикони стратегӣ ва иттифоқи Тоҷикистон ва Русия муносиб набуда, метавонанд ба талошҳои ҷонибҳо баҳри рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаи маориф зиён расонад. Дар гузаргоҳи сарҳади Қизилбели Ҷумҳурии Қирғизистон мулоқоти навбатии раисони вилоятҳои Суғд ва Боткант баргузор кардид. Роҳбарони ҳайатҳо раиси вилояти Суғд Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабой Аҳмадзода ва намояндаи ваколатдори президенти Ҷумҳурии Қирғизистон дар вилояти Боткант Абдикарим Алимбаев зимни мулоқот аз анъанаҳои неки ҳамсоядорӣ ёдовар гашта, натиҷаи фаъолияти гурӯҳи кории муштаракро мусбӣ арзёбӣ карданд. Таъкид шуд, ки то кунун тамоми масъалаҳои марбут ба сарҳад сари вақт аз тарафи гурӯҳи корӣ ҳал гардида, оини неки ҳамсоядорӣ низ риоя карда мешавад. Дар афти мулоқот аз муносибати ҳасана ва дӯстонаи ду миллат ёдовар гардида, бори дигар ҳалли мушкилот муаммои ҷойдошта, аз ҷумла истифодаи мақсаднок ва ҳамҷоии захираҳои табиӣ, аз ҷумла об, муҳим арзёбӣ гардид. Инчунин фаъолияти бонизом ва ҳамҷоии мақомоти қудратии ду тараф, пешгирии ҳамагуна ҳолатҳое, ки ба нофаҳмӣ оварда мерасонад, чун пештара ба роҳ мондани муносиботи дӯстонаи сокинони марзӣ, бартарафсозии мушкилоти ба миён омада, бо роҳи гуфтушунид дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ ва фаъолони ҷомеъ ба манфиати кор дониста шуд. Изҳори боварӣ карда шуд, ки дар оянда низ фаъолияти гурӯҳи кории муштарак дар тамоми зинаҳо дар сатҳи баланд идома карда, ҳамаи масъалаву муаммои пешоянда сари вақт аз тарафи намояндагони ду ҷониб ҳал гардида, сокинони ду кишвар дар фазои сулҳу субот ва эҳтироми якдигар عمر بسر می‌برند. در موج برنامه اطلاعاتی خبر